وای خدا، فرمان اومد. نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت بینندگان کوچه خاطره ها. آرزوی سلامتی دارم بر همه هموطنان عزیزم هر جای این کره خاکی که دارن زندگی میکنن. بله، بعد از 32 سال انتظار به پایان رسید. با اون نامه هایی که برای من نوشتین، با اون ایمیل هایی که زدین، با اون تلفن هایی که میزنین، این افتخار نصیب ما شد. من نمیتونم خیلی ببخشید از اون مثل مجری ها گلوم به سلومه صحبت کنم. این افتخار نصیب کوچه خاطره ها شد. امروز پیشکسوت سینما ابرمرد، این اسمایی که میگم شما مردم برگزیدید، ابرمرد سینمای ایران، بزرگ مرد سینمای ایران، بله، در کنار ستاره سینمای ایران استاد ناصر ملک مطیعی نشستیم. یه روز من در جمع پیشکسوتان هنر بودم که سرکار خانم پوری بنایی یه گلگی از من کرد که آقای موسوی، تو برنامه‌هات به همه میگی استاد، ما تو ایران چند تا استاد بیشتر نداریم، شما میتونی بگی استاد ناصر ملک مطیعی. بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما استاد. این واقعا افتخار من، الان اصلا نمیتونم با شما صحبت کنم، خیلی کم میارم آقای ملک مطیعی. در کنار استاد نشستم و با استاد صحبت کردم. این شما، این مردم، مردمی که با آقای ملک مطیعی در هفته بالای 1000 تا تلفن دارین شما.
زنگ میزنن خواهش، گریه، التماس که ما میخوایم استادمون رو ببینیم، ما میخوایم ابرمرد سینما رو ببینیم. خیلی ممنون که این افتخار رو به ما دادید امروز در کوچه خاطره ها شدید. خیلی متشکر. به نام خداوند جان و خرد، اولا هیچ دلم نمیخواد که این همه القاب رو به من شما بدید. واقعا اگه میتونید این قسمت رو اصلا عوض کنید با حرف من شروع بکنید. من هیچ وقت نه استاد بودم نه به هر حال الگوی دیگران یا اینکه سرمشق دیگران. من البته قدیمی هستم، در این کار بودم و افتخارم هم اینه که سالها در سینما بودم، با عشق و علاقه وارد شدم، دوستان زیادی هم دارم که همکاران عزیز من هستم. امیدوارم که من این حس حق شناسی در من همیشه زنده باشه. من همیشه باید اینو مطلب رو بگم، هر وقت فرصتی پیدا میشه که با مردم روبرو هستم صحبت میکنم باید بگم که شاکر بخت خودم هستم، برای اینکه خداوند واقعا انقدر به من محبت و لطف داشته که نمیتونم هیچ وقت جوابگو باشم و فرصتی دارم الان و خیلی خوشحالم که ادای دین کنم نسبت همه همکارانم که دیگه در میان ما نیستند، دوستان عزیزی که خیلی دوستشون داشتم و متاسفانه یکی پس از دیگری رفتن و ما رو تنها گذاشتن. باز افتخار میکنم که من موندم که جوابگوی محبت دیگران باشم از طرف همه اونها و امیدوار هستم دوستان دیگری که همکاران سینمایی من هستن در هر کجای دنیا هستن سلامت و خوب باشن و اگر که به هر حال غربت اذیتشون میکنه زیاد، به هر حال نمیشه منکر شد که خاک و سرزمین یه چیز مقدسیه، دلشون تنگ میشه، شاید روشون نمیشه بگم، ولی امیدوار هستم که اونها که مؤثرم در سرنوشت مردم مملکت توجهی بکنم و اونها جمع بشن دور هم دیگه و به مملکتون برگردن. این آرزوی منه. زنده باشین آقای ملک مطیع. قبل از این که حالا شما با مردم صحبت میکنید، این سوالها سوالهایی که مردم داشتن، اول میخواییم البته هم شما چهره آشنای سینما هستید، همه مردم شما رو میشناسن. مثلا یک جوان 16 ساله زنگ زده بود که من ایمیلش رو دادم خدمتتون که نوشته بودم خداوند بقیه عمر منو بگیره، 16 سالش بود و عمر منو بگیره به عمر آقای ملک مطیع اضافه کنه. خب جوان 16 ساله که اون موقع اصلا نبوده الان این حرفو میزنه. حالا ما تا اینجاش هم که اومدیم زیادی اومدیم، حالا یه مقدار میخواین اضافه کنین بهش؟ نخواهید. بعد این سوالا، اول این شناسنامه شما رو ورق بزنیم. صفحه اول شناسنامه هر چی نوشته. میخوام بدونم که آقای ملک مطیع کجا به دنیا اومدن؟ ببینید اون کتابو نوشتن. خیلی متشکرم. بذارید خودم صحبت میکنم. ببخشید من زحمت میخوام. اولا که خب مردم به دلایل مختلف، به دلایل اینکه سالها من در کار فیلم و سینما بودم، یه خاطراتی از من دارن. دارن، بله. خیلی هم قابل احترامه و من واقعا این گنجینه‌ای که از محبت مردم دارم، مثلا به هیچ قیمتی نمیشه تخمین زد و گفت این مثلا چه ارزشی داره، اصلا ارزش نمیشه براش قائل شد این محبت مردم. ولی خب حالا هر کسی به حال و هوای خودش یه حرفی میخواد بزنه. من هیچ وقت همچین دارم میخواد همیشه سلامت باشن، همه خوشحال باشن و منم در خدمتشون هستم و اینکه سالها بودم افتخار منه که من انقدر مورد محبت و لطف هستم. اما راجب شناسنامه این حرفا، من این حرفا رو دیگه خیلی زیاد زدم، واقعا دیگه برای خودم خسته کننده شده. من سالهاست که در مصاحبه ها صحبت کردم، گفتم من نمیدونم در محله درواز شمرون تهران به دنیا آمدم. خیلی اصلا بله، 1309 به دنیا آمدم، زندگی کردم، برحال مدرسه رفتم، مدرسه تربیت دینی رفتم، معلم ورزش شدم، نمیدونم دانشکده افسری رفتم، خدمت نظام انجام دادم، اینا رو گفتم صد در صد. حالا مطلب تازه تری اگه شما دارین از من میخواییم برسیم بجیم. آخه سالهایی که آقای ملک مطیع مردم داشتن از قبلا شما مربی ورزش در تربیت بدنی بودید، خواستن از ورزش بگین شما.